برنامه مهبانک. من امیر کلینی هستم. امروز دنباله برنامه تاریخ بزرگ رو با هم خواهیم داشت. همونطور که میدونین تاریخ بزرگ مجموعه اطلاعات ما از ابتدای همه چیز بیگ بنگ، یعنی 13.8 میلیارد سال پیشه که در اون پیدایش اولین ذرات، پیدایش اتم‌های هیدروژن و هلیوم و سپس ستارگان و ساخت سایر اتم‌ها تا آهن در داخل کوره های این ستاره ها و سپس سایر المنت ها و اتم‌ها در انفجار سوپرنوا. ما دنباله داستان رو تا پیدایش منظومه خورشیدی که 4.6 میلیارد سال پیش شکل گرفته رو با هم دنبال کردیم. آقای دکتر نیری این داستان رو برای ما تعریف کردن و سپس حیات، پدیده شگفت‌انگیزی که در کره زمین 3.8 میلیارد سال پیش رخ داده رو با هم شروع کردیم، دنبال کردیم تا سرانجام رسیدیم به دوران کشاورزی انسان، هوموسیپین، حدود 10,000 سال پیش. هفته گذشته ما قسمت دوم تاریخ کشاورزی، دوران امپراتوری‌های بزرگ و قوانین موجود در این امپراتوری‌ها را با هم مرور کردیم. یک کتاب بسیار روشن کننده و جالبی که من قبلا هم به شما معرفی کردم، کتاب Guns, Germs and Steel نوشته جرد دایموند، تاریخ انسان از 10,000 سال پیش تا اکنون رو در چند قاره مختلف و در حال مقایسه کردن با همدیگه به خوبی نشون میده که حتما پیشنهاد میکنم کتاب بخونید. اما برنامه امروز ما آستانه هشتم یا مرحله هشتم دوره تاریخ بزرگه، دوران مدرن. ما این دوران، یعنی دوران مدرن رو از 250 سال پیش آغاز میکنیم. این یک تاریخ اختیاریه و به صورت متوسط تغییراتی که شکل گرفته در حول هوش این زمان بوده. دوران مدرن سومین دوره از تاریخ انسانیه، بعد از دوران 200,000 ساله زندگی غذاکوچ و انسانهای هانتر گاترر، انسانهایی که شکار میکردن و غذا جمع میکردن، و دوره بعدی که 10,000 سال طول کشه دوران کشاورزی. دوران مدرن مشخصات گوناگون داره که مسلما قسمتی از اونها مثبته و تعدادی از اونها منفیه، اما به صورت لیست من این مشخصات رو با شما مرور میکنم. رشد سریع جمعیت، فناوری های جدید، رشد فراوان تولید، استخراج منابع انرژی از جمله منابع زیرزمینی، مجموعه های بزرگ جمعیتی، تشریفات اداری و دیوان سالاری، ملیگرایی، افزایش متوسط طول عمر، گسترش نقش زنان در جامعه، گسترش تجارت در شبکه های جهانی و سرانجام نابودی روش زندگی کشاورزی و غذاکوچی. این یه لیست بلندبالاییه که ما یه مقدارش رو با هم به جزئیاتش میپردازیم. اما یکی از اساسی‌ترین نکاتی که تاریخ بزرگ به اون اشاره میکنه و قبلا ما اینو تا حدی راجبش صحبت کردیم، مسئله پیچیدگی یا کامپلکسیتیه. تاریخ بزرگ اعتقاد داره که از ابتدا 13.8 میلیارد سال پیش همه چیز به سمت پیچیده شدن رفته و این یکی از قوانین کلیه که ما میتونیم در طول جریان این تغییراتون رو ببینیم. پیچیدگی یا کامپلکسیتی چند مشخصه داره. ما سه تا از اینها رو با هم مرور میکنیم. یکی ساختمان و سازماندهی بیشتره، دوم کنترل انرژی بیشتر، و سوم کیفیت‌های جدید یا ایمرجنت پراپرتی. و گفتیم که ایمرجنت پراپرتی حالت‌های جدیدی مثل آب که از هیدروژن و اکسیژن درست شده ولی خواص بسیار مجزا و جدیدی داره. اما دوران مدرن در مقایسه با این سه تا مشخصه که گفتیم، مثالاش به این صورت که ساختمان و سازماندهی بیشتر پیچیدگی در دوران جدید رو ما میتونیم از نظر فیزیکی
در مجموعه های بسیار متنوع و عظیم ساختمانی مثل شهرهای بزرگ و متروهای بزرگ و پیچیدگی این ساختمان ها ببینیم. از نظر قانونی مجموعه قوانین اجتماعی کشورها بسیار پیچیده تر و مبسوطتر از دوران های قبله. دومین مشخصه پیچیدگی که کنترل و انرژی بیشتره در جوامع مدرن به خوبی مشخصه. در پی استفاده از سوخت‌های کربنی همکنون مقدار انرژی که ما استفاده می‌کنیم 250 برابر 1000 سال پیشه. متوسط انرژی که استفاده می‌کنیم. بنابراین این نشون می‌ده که چقدر کنترل انرژی بیشتره. و سومین مثال برای کیفیت‌های جدید emergent property ها انواع تکنولوژی هایی که داریم مثل تلفن، هواپیما، کامپیوتر و بسیاری دیگه. بنابراین دوران جدید پیچیده ترین دورانیه که تا کنون داشتیم. اما دوران مدرن چند پیامد بسیار مهم داره، تغییرات اساسی که رخ داده. اولین اینها رشد بسیار زیاد در اختراعات و نوآوری هاست. ما در 10,000 سال دوران کشاورزی تعدادی نوآوری داشتیم ولی بسیار محدود بوده، مثل قلاده اسب که باعث شده اسب بتونه راحت ما کنترلش کنیم بدون که خفه بشه، که این در یک سری نوآوری های بهتر شد. همچنین دستگاه شخم زدن که در طول چندین هزار سال بهتر و بهتر شد و بهبود یافت. اما فقط در طول 200 سال گذشته ما صدها هزار نوآوری داریم که مثل برق، تلفن، ماشین، رادیو، تلویزیون، هواپیما، کشتی و و و و. دومین پیامد مهم اینه که در پی تکنولوژی های جدید، به دنبال این تکنولوژی های جدید، ما رشد فراوان چیزهای دیگر داریم، مثل منابع، جمعیت ها و تغییرات اساسی که در اجتماعات انسانی به وجود اومده. ما به عنوان مثال جمعیت جهانی رو در نظر میگیریم. در 1000 بعد از میلاد جمعیت جهان حدود 250 میلیون نفر بوده. در 1800 میلادی این جمعیت 950 میلیون شده و در سال 2000 به 6 میلیارد رسیده. این تغییر بسیار زیاد نتیجه تکنولوژی هایی که به وجود اومده. و سومین پیامد مهم جهانی شدن جوامع انسانی در پی ساخت کشتی های اقیانوس پیماست که به دنبال آن اروپاییان تونستن به شرق آسیا برن و سپس قاره آمریکا کشف شد. در قرن 15 و 16 پرتغالی ها و سپس اسپانیایی ها، هلندی ها، انگلیسی ها با کشتی هاشون تمام قاره های دنیا رو به یکدیگر وصل کردند و در اینجا روابط انسانی برای اولین بار جهانی شد. چهارمین پیامد مهم اثرات جوامع انسانی بر کره زمین و نابودی انواع موجودات و محیط زیست آنهاست. بسیاری از مراتع و باتلاق‌ها به زیر کشت رفتند، درختان بریده شده و جنگل‌ها نابود شدند. انواع متعددی حیوانات برای نیازهای غذایی و یا تفریح شکار شدند و هنوز میشن. دریاچه ها آبراها خشک شدند یا زیر سدسازی دگرگون شدند و تغییرات آب و هوایی به زودی اثرات بسیار مخرب خودش رو به دنبال خواهد داشت که ما همکنون داریم اونها رو میبینیم. اما علتهای این تغییرات جامعه انسانی در دوران جدید چیه؟ ما به چند تا از این علت‌ها می‌خوایم برسیم. اما قبل از اینکه به این علت‌ها به صورت مستقیم برسیم، یک پدیده‌ای که می‌خوام باهاتون راجعش صحبت کنم، یک سایکل یا چرخه به اسم چرخه مالتوزی، مالتوزیان سایکل. رابرت مالتوز یک اقتصاددان انگلیسیه در قرن 18. طبق تئوری اون یک دوره‌هایی داریم که این دوره‌ها در این دوره‌ها جمعیت افزایش پیدا می‌کنه، به دنبال افزایش جمعیت افزایش تولید مواد غذایی و تکنولوژی میشه، با افزایش مواد غذایی و تکنولوژی جمعیت بیشتر بیشتر میشه، ولی در نهایت
مواد غذایی و تکنولوژی نمیتونن به اندازه کافی رشد کنن و این جوامع رو به اضمحلال میره. در جلسه قبل سومه رو اشاره کردیم که چگونه بعد از چند صد سال دچار این چرخش شد و این چرخش رو ما در بسیاری از جوامع میتونیم ببینیم که گروهشون در نهایت انقدر ضعیف میشن که دچار جنگ‌های داخلی میشن. یه مثالی که دوباره جرد دایمن در یک کتابش به نام کالپس، تعداد بسیار زیادی از این اضمحلال‌ها و کالپس‌ها رو برای ما عنوان میکنه. اما اتفاقی که میفته در دوران مدرن، برای اولین بار چرخه مالتوزی انجام نمیشه. بذارین اینو یه مقدار با اعداد ببینیم. جریان دوران مدرن پیش زمینش برمیگرده به قرن پنجم. از قرن پنجم تا کنون ما دچار تغییرات و شرایط جدیدی شدیم که سرانجام دوران مدرن رو در پیش داشته. یکی از این دوران بین قرن پنجم بعد از میلاد تا 1350 بعد از میلاد و دوره دوم بین 1350 تا 1700 بعد از میلاد. ما با اعداد میتونیم این جمعیت رو در این دوران مقایسه کنیم. جمعیت اروپا در قرن ششم بعد از میلاد 22 میلیون بوده، در قرن دهم 30 میلیون، در 1300 بعد از میلاد 70 میلیون و در 1400 52 میلیون میشه. میبینید که 22 30 70 اومده پایین 52. این اتفاق در چین هم میفته، 49 56 1300 میشه 83 میلیون و دوباره 1400 میخوره به 70 میلیون. و در هند از 37 میلیون 600 بعد از میلادی 40 میلیون 100 میلیون دوباره میخوره 74 میلیون. البته این اتفاق که در قرن 13 بعد از میلاد افتاده به خاطر مرگ سیاه یا طاعون بوده. این بیماری از شرق آسیا شروع میشه و به دلیل مرتبط شدن جهان به یکدیگر به اروپا میرسه و دوران مرگباری رو برای انسان به دنبال میاره. پس چرخه مالتوزی رو از نظر جمعیت در این دوران به خوبی میبینیم. در دوران بعدی که بین 1350 تا 1700 بوده یه مقدار فرق میکنه. اروپا 1452 میلیون، 1567، 1689 و 1795. مقدار جمعیت کمتر نشده اما سرعت رشدش کم شده. در چین هم به همین صورت 70 میلیون، 84 میلیون، 110 میلیون و 150 میلیون و هند 74، 95، 145، 175. بنابراین چرخه مالتوزی به یک حالت نیمه تموم انجام شده، کامل انجام نشده اما اثراتش هنوز است. و سرانجام این چرخه در دوران مدرن به این صورته که در 1700 جمعیت 700 میلیونه، 1800 950 میلیونه، 1901.6 میلیارد و 2006 میلیارد نفره. یعنی کاملا این چرخه انجام نشده. بنابراین در تعریف‌های ما میتونیم به دنبال این باشیم که چرا برای اولین بار در جوامع انسانی این چرخه مالتوزی شکل نگرفته. البته به صورت مشخص علت این که این کلاپس یا اضمحلال جوامع روی نداده اینه که تکنولوژی سرعتش بیشتر از رشد جمعیت بوده. سرعت رشد نوآوری ها و سرعت رشد مواد غذایی اینقدر زیاد بوده که تونسته با رشد جمعیت همخونی داشته باشه و حتی جلوتر باشه. بنابراین تا کنون جمعیت های دنیا به 6 و 7 میلیارد رسیده اما کلاپس و سرنگونی پیش نیومده. اما سوالی که ما میتونیم بکنیم که این شرایط از کجا شروع شده؟ جواب این که
تاریخ مدرن از کجا شروع شده اینه که سرآغاز انقلاب مدرن در آسیاست و نه در اروپا. و اما این به چه صورته؟ بگذارید کمی اینو باز کنیم. اولین جایی که با هم بررسی میکنیم چین در شرق آسیاست، از 500 بعد از میلاد تا دوران قبل از مدرن. در این منطقه در چین رشد صنایع مختلف تا 1500 بعد از میلاد بسیار زیاد بوده. ما میبینیم که انواع صنایع مثل دستگاه‌های اولیه چاپ، صنایع بارود و بسیاری صنایع دیگه در حال شکل گرفتن و اولین کشتیرانی‌ها، کشتی‌های بزرگ دریایی در چین ساخته میشه که تا آفریقا هم پیش میرن. دومین نقطه‌ای که قابل بررسیه غرب آسیاست. در ایران گروهی از تکنولوژی‌ها مثل چاپارخانه‌های سریع از زمان هخامنشی سرعت اطلاعات رو بسیار زیاد کرده بوده. از نظر تجارت جاده ابریشم مناطق مختلفی از این قاره رو به هم وصل کرده بوده و در بغداد و مصر ما می‌بینیم مراکز مهم علمی در دوران 900 هزار 1100 بعد از میلاد شکل گرفته و ما سرچشمه و زمینه انقلاب مدرن رو میتونیم در این نقاط پیدا کنیم. ولی چرا اروپا مرکز انقلاب مدرن شد و چرا سایر نقاط آسیا نتونستن این سرعت رشد داشته باشن؟ جواب این سوال تا حدی پیچیده است. ما میتونیم به عوامل مختلفی اشاره کنیم، اما مسئله اصلی که باید در ذهنتون داشته باشین و هدف اصلی که تاریخ بزرگ داره اینه که مجموعه این عوامل باعث تغییرات میشه. وقتی که یک سری عوامل در مجموع و در یک زمان یا یک در زمان کوتاه همزمان انجام بشن، ما میتونیم به دگرگونی های بسیار جدیدی برسیم. اما در اروپا اولین مسئله‌ای که میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که ساخت کشتی‌های اقیانوس پیما که دارای توپخانه‌های قوی بودن توسط اروپاییان آغاز میشه. همونطور که گفتیم در قرن 15 و 16 هم پرتغالی‌ها سپس اسپانیایی‌ها با کشتی‌های بزرگ جنگی خودشون شروع میکنن که ابتدا به چین و هند رفته و سپس آفریقا رو دور میزنن و سرانجام به قاره آمریکا میرسن. این توسط اروپاییان اولین بار در سطح گسترده انجام میشه. دومین نکته اینه که اروپا مجموعی از کشورهای کوچک در کنار هم و در حال رقابت دائمیه. در اینجا یک نکته بسیار عجیبی ما بهش میخواییم اشاره کنیم که از نظر تحلیلی حداقل در ذهن من یه مقدار عجیب بود. همیشه تو ذهن من این بود که اگر دولتی قوی و مرکزی و دارای مساحت‌های بزرگ باشه، میتونیم حدس بزنیم که اون کشور دارای آینده موفق یا موفق‌تر از سایر کشورها خواهد بود. یعنی متحد بودن و قوی بودن یک دولت مرکزی نتایج بسیار مثبتی خواهد داشت در آینده. اما حداقل در دوران قبل از تاریخ مدرن این واقع انجام نشده. مثالی که میخوام در این مورد بزنم اینه که در چین بین قرن 8، 9، 10 و 11 کشور چین تبدیل به 3 منطقه میشه. در این زمان این مناطق مختلف دست به رقابت به هم دیگه میزنن و برای اینکه بتونن به رقابت به هم بپردازن مجبور میشن که از تجارت پشتیبانی کنن. در این زمانه که در قرن 10 یا 11 کشتیرانان چین به سرکردگی یکی از فرماندهان بزرگش که مسلمان هم بوده تا آفریقا میتونن بیان و بسیاری از این نقاط رو در حال به صورت مستمر در حال رفت آمد بودن و در کنارش بسیاری از صنایع در چین شروع به رشد میکنه. اما در قرن 13
ابتدا یکی از فرماندهان مغول و سرانجام امپراتوری مینگ این سه کشور سه منطقه در چین رو میگیره و سه تا منطقه رو متحد میکنه و چین تبدیل به یک کشور واحد متحد میشه. ولی نتیجه این اتحاد اینه که دولتی که به وجود میاد برمیگرده به سیستم قبلی مالیاتگیری و سیستم قبلی اقتصادی. بنابراین کشتیرانی منع میشه، تجارت ممنوع میشه، بسیاری از سیستم های تجاری که در حال شکل گرفتن بوده جلوش گرفته میشه. در اروپا این اتفاق رخ نمیده. چرا؟ چون کشورهای بسیاری در اندازه های کوچک مرتب در حال رقابت با یکدیگر هستند. گرفتن مالیات به سبک قدیم این احتیاجات و جوابگو نیست، بنابراین اینا به سمت تجارت و به سمت کشتیرانی که گفتیم روی می آورن و این دومین خصیصه‌ایه که در اروپا رخ میده. سومین مشخصه اینه که مرکزیت اروپا و سرازیر شدن همه اطلاعات از جمله دانش جهانی و اختراع دستگاه چاپ و گسترش سریع اطلاعات، اروپا به ناگاه قلب دانش و اطلاعات جهان میشه. در این زمانه که شرایط لازم برای تحقیقات دانشمندانی مثل کوپرنیک، گالیله، نیوتن و داروین ها آماده میشه. در این زمان پس از 2000 سال باورهای ارسطویی و بسیاری عقاید دیگه زیر ذره بین میره و همه چیز یک بار دیگه ارزیابی میشه. علت این نوآوری ها و اکتشافات اینه که نیاز به کار عملیه و برای ساخت دستگاه ها با خرافات و یا با هجویات کار پیش نمیره و همه اطلاعات قبلی زیر سوال میره برای اینکه بتونه جوابگو باشه. و نکته دیگه اینه که یکی از دلایلی که شرایط علمی بین دانشمندانی مثل گالیله و نیوتن انقدر رشد میکنه در حرکت پرتابه ها اینه که در این زمانه که توپخونه ها در حال ساخته شدنن و نیاز دارن که بتونن دقیقا این پرتاب گلوله هاشون رو پیش بینی کنن. بنابراین نیاز به حل این مشکلات و این دستگاه عملی علم رو به دنبال خودش داره. چهارمین مشخصه که اروپا رو مرکز انقلاب مدرن میکنه اینه که انقلاب صنعتی در پی گسترش سوخت کربنی و سپس دستگاه بخار شکل میگیره. در این زمان با ساخت موتورهای بخار نیاز به کارگر برای نساجی، برای کار در معادن و صنایع افزایش میابه. موج کثیری از کشاورزان که زمین لازم برای کشاورزی ندارن برای امرار معاش وارد شهرها میشن و در این موقع است که برای اولین بار در انگلیس در قرن 18 بیش از نیمی از جمعیت دیگه کشاورز نیستن و تبدیل جمعیت کشاورز به جمعیت کارگر یکی از دلایلی که دوران تمدن جدید، دوران انقلاب صنعتی در اروپا شکل میگیره. پنجمین دلیل کشف آمریکا و منابع دست نخورده آن از جمله نقره در بولیویای کنونی و مواد کشاورزی مثل ذرت و سیب زمینی و گوجه‌فرنگی. نقره‌ای که از آمریکای جنوبی اینا استخراج میکنن برای حل مسئله چین، چون اونها در حال ساخت پول به طریق نقره بودن وارد چین میشه و منافع بسیار زیادی برای اروپاییان داره و از طرفی با اومدن سیب زمینی و ذرت و گوجه‌فرنگی به اروپا زمین هایی که برای کشاورزی مواد دیگه مساعد نبوده میتونه تحت کشت این مواد بره. و سرانجام رشد سرمایه‌داری و سیستم های بانکی و حمایت دولت ها از تجار. بنابراین دولت های کوچک اروپا با نیاز به رقابتی که به یکدیگر داشتن و در این رقابت دست به حمایت از تجارت زدن و سرمایه‌داری و سیستم‌های بانکی از اروپا شروع میشه.
ما در اینجا یک تنفس کوتاه با هم میگیریم و برنامه رو بعد از این تنفس ادامه میدیم. We're all connected to each other biologically, to the earth chemically, to the rest of the universe atomically. I think nature's imagination is so much greater than man's. He's never gonna let us relax. We live in an in-between universe where things change all right, but according to patterns, rules, or as we call them, laws of nature. I'm this guy standing on a planet. Really, I'm just a speck. I'm just a speck compared with a star. The planet is just another speck. To think about all of this, to think about the vast emptiness of space. There's billions and billions of stars, billions and billions of specks. The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of star stuff, and we are away. The cosmos can know itself. Across the sea of space, the stars are others. We've traveled this way before, and there is much to be learned. We're all connected to each other biologically, to the earth chemically, to the rest of the universe atomic. I find it elevating and exhilarating to discover that we live in a universe which permits the evolution of molecular machines as intricate and subtle as we. I know that the molecules in my body are traceable to phenomena in the cosmos. That makes me want to grab people street and say, have you heard this? The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of star stuff, and we are away. The cosmos can know itself. There's this tremendous mass of waves all over in space, which is the light bouncing around the room, going from one thing to the other. And it's all really there, really, really there. But you gotta stop and think about it, about the complexity to really get the pleasure. It's all really there, really, really there. The inconceivable nature of nature. To think about all of this, to think about the vast emptiness of space. There's billions and billions of stars, billions and billions of specks. The beauty of a living thing is not the atoms that go into it, but the way those atoms are put together. The cosmos is also within us. We're made of star stuff, and we are away. The cosmos and know itself. Across the sea of space, the stars are others, and we've traveled this way before, and there is much to be learned. در بخش اول گفتیم که چگونه سرمایه‌داری، کپیتالیسم و حمایت از تجارت اروپا رو مرکز انقلاب مدرن میکنه. تعدادی نکات منفی و شرایط مصیبت باری هم در انقلاب مدرن رخ میده، نتیجه انقلاب جدید. یکی از اینها کشتار بیماری های واگیر مثل آبله است. داستان به این قراره که هنگامی که مهاجرین اروپا وارد آمریکا و یا استرالیا میشن، بیماری های مهلکی بین این مردم این سرزمین ها سخبوس ها پیش میاد که باعث مرگ بیش از 90 تا 95% اینا میشه. علت این بوده که در جوامع
آسیا، اروپا و آفریقا که کشاورزی برای سالهای زیادی شکل گرفته بوده، هزاران سال، و دامداری برای هزاران سال بوده. انسان در کنار حیوانات زندگی میکرده و بیماری های حیوانی به انسان سرایت کرده. این میکروب ها به تدریج باعث کشتار مردم شده، اما در کنارش در این مناطق انسان ها به این میکروب ها مقاوم میشن و مرگ و میرهای اولیه دیگه کمتر رخ میده. اما هنگامی که این بیماری ها به ناگهان به این جوامع منتقل شد، این میکروب ها در یک زمان به صورت گسترده‌ای وارد این مجموعه جمعیت ها شد و مرگ و میرهای بزرگی به دنبال داشت. دومین نکته منفی اینه که استعمار کشورهای دیگر توسط دولت‌های اروپایی و جنایاتی که پیش میاد، مثل معادن نقره در آمریکای جنوبی. داستان به این قرار بوده که وقتی که اروپاییان به آمریکای جنوبی در قسمتی که الان بولیویاس میرن، برای اینکه بتونن نقره رو استخراج بکنن، با مرکوری یا جیوه قاطیش میکردن و بتونن اینو درش بیارن از توی سنگ و بعد باید اینو بخار میکردن تا جیوه ازش خارج شه. این گاز سمی باعث کشتار هزاران هزار مردم بومی میشه که انقدر تعداد کشته زیاده که حتی مجبور میشن از نقاط دیگه برده بیارن برای این معادن. و سومین نکته منفی ویران کردن طبیعت، کشتن سایر حیوانات و آلودگیه که در همه ابعاد در شرایط محیط زیست به وجود اومده. چهارمین مسئله‌ای که شاید زیاد بهش ما دقت نکنیم اینه که اوضاع اسفبار زندگی کارگری در شهرهای اروپایی در قرن 18 و 19. شهرهای اولیه در دوران مدرن بسیار سخت بوده برای زندگی. زباله‌ها بیداد میکرده و در کنارش بیماری‌های مختلف و فشار زندگی بسیار زیاد بوده. بنابراین دوران اولیه شهرهای اروپا دوران بسیار اسفباریه که بد نیست که بدونیم. اما انقلاب مدرن، جریان صنعتی شدن، چند تا موج داره، چند تا سلسله تغییرات داره که مشخصا میتونه این مراحل این تغییرات رو تو ذهن ما بیاره و بتون تصویر بهتری داشته باشیم. تا قبل از 1900 میلادی 4 موج صنعتی قابل دیدنه. اولین موج که به طور مشخص در انگلیس پیش میاد اواخر قرن 18 همه. در این زمان موتور بخار، تولید مکانیزه منسوجات یعنی لباس‌ها و پارچه بافی و همچنین افزایش تولید زغال سنگ و افزایش تولید آهن رو ما می‌بینیم. این اولین بار در انگلیس شروع میشه. همونطور که گفتم در این زمانی که ما می‌بینیم بیش از 50% نیروی کار انگلیس کشاورزی نیست، در حالی که در دوران کشاورزی بیش از 90% مردمان مشغول به کشاورزی هستند. موج دوم در آلمان، فرانسه، بلژیک و شرق آمریکا شکل میگیره. این دوران اوایل قرن 19 همه. از مشخصاتش استفاده فراوان از موتورهای بخار، به خصوص در حمل و نقل در کشتی بین دوتا قاره و راهنهایی که سراسر آمریکا رو به هم وصل میکنه که از موتورهای بخار استفاده میکرده. سومین موج انقلاب صنعتی در اروپا است. دوباره این موج به خصوص در آلمان شکل میگیره و در آمریکا نیز، در شرق آمریکا این موج رو میبینیم. این در میانه قرن 19 همه. از مشخصترین محصولاتش مواد شیمیاییه مثل رنگ و کود. این مواد شیمیایی تغییرات اساسی در جامعه هم به وجود میارن، برای اینکه اولین بار لباس‌های رنگی ساختش بسیار آسون میشه
و تا قبل از این تنها گروه خاصی در جامعه، کسایی که بسیار پولدار بودن، میتونستن لباس‌های رنگی داشته باشن. ولی با به وجود آمدن رنگ مصنوعی، رنگ لباس و رنگ جوامع تغییر میکنه و رنگ‌های روشن رو ما میتونیم برای اولین بار ببینیم. از مشخصات دیگه تولید فولاد و الکتریسیته بوده. در این زمانه که در شرق آمریکا، در شهر نیویورک، خیابون‌ها با برق قسمت‌های شروعش روشن شدن. موج چهارم در روسیه و ژاپن اتفاق می‌افته. این در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20. در این زمان استفاده از نفت به صورت مبسوطی آغاز میشه و به دنبال آن موتورهای درونسوز یا موتورهای سوخت نفتی شروع به ساخته شدن میشه. در دنبال این موتورهای سوختی ما تولید ماشین ها و بسیاری از موتورهای دیگر رو میبینیم که سرعت زیادی و تکنولوژی و همه چیز دیگر انجام میده. این موج هایی بود که در قرن 19 و اوایل قرن 20 رخ میده. در قرن 20 ما شاهد دو موج دیگه هستیم. اولی موج بعد از جنگ جهانی دوم و تا اواخر قرن 20 ادامه پیدا میکنه. در این زمان سایر کشورهای جهان به زیر انقلاب صنعتی Industrial Revolution میرن و این شرایط در کشورهای دیگه نیز شروع به شکل گرفتن میکنه. از نکات بسیار مهمی که میتونیم بهش اشاره کنیم، یکی تکنولوژی های جنگیه. در طول دو جنگ اول و دوم جهانی تکنولوژی های جنگی بسیار پیشرفت میکنه که در دنبال اون ما میتونیم بمب اتمی رو ببینیم، موشک های فضایی که سرانجام انسان رو به کره ماه میرسونه. از تغییرات دیگه ترانزیستور هاست که سرانجام کامپیوتر رو میسازه و از نظر شرکت های بزرگ بانکی و شرکت های بزرگ صنعتی کلوب های بزرگی به وجود میاد و در این زمانه که بعد از جنگ دوم جهانی ما دو تا کلوب بزرگ در جهان میبینیم. کلوب شرق که کلوب کمونیسته و قسمت سرمایه‌داری که منطقه غرب اروپا و آمریکاست. و سرانجام دوره بعدی انقلاب صنعتی در اواخر قرن 20 رخ میده که تاکنون ادامه داره. در این دوره مشخصا سیستم شرق یعنی کمونیست از بین رفته، جنگ سرد دیگه شکل نداره و در دوره‌ای وارد میشیم که به دوره اینفورمیشن، اطلاعات و گلوبالیزیشن و جهانی شدن همه چیز هستیم. به طور مشخص کامپیوتر، اینترنت و مهندسی ژنتیک حرف اول رو دارن میزنن و همونطوری گفتیم نوآوری موتور جوامع سرمایه‌داری میشه که در کنارش کشورهای کمونیستی به دلیل نبود این نوآوریه که به سمت اضمحلال پیش میرن. بنابراین در عصر جدید که ما به صورت قراردادی از 250 سال پیش شروع کردیم، تکنولوژی و نوآوری ها به سرعت زیادی به جلو رفته. این نوآوری های جدید منجر به رشد همه چیز، جمعیت، رشد اقتصاد، رشد قوانین، رشد اندازه فیزیکی شهرها و بسیاری چیزهای دیگه شده. و همونطور که گفتیم اتفاقی که افتاده برای اولین بار، رشد تکنولوژی و مواد غذایی از سرعت رشد جمعیت بیشتر بوده و پیشبینی هایی که در سال 1960 و 70 شد که دنیا به زودی منفجر خواهد شد به دلیل جمعیت انجام نشده و
چرخه مالتوزی شکل نگرفته. اما در ازای این شکل نگرفتن این چرخه اتفاقی که افتاده، فشار فوق‌العاده تکنولوژی ها، فشار فوق‌العاده جمعیت بر کل کره زمین وارد اومده، کل اکوسیستم تحت نیروهای مختلف این فشار قرار گرفته و همه چیز در روی کره زمین و خودش در نقطه بسیار خطرناکیه. بنابراین ما در چند ماه گذشته سفری کوتاه در تاریخ بزرگ جهان داشتیم. از 13.8 میلیارد سال پیش شروع کردیم، تغییرات رو در مواد، کهکشان ها و ستاره ها دیدیم، به منظومه خورشیدی رسیدیم و سرانجام در این کره خاکی خودمون حیات و تغییرات اون رو دیدیم. در آخر میتونیم از خودمون بپرسیم که سرنوشت کره ما و آینده ما چیه؟ این کره‌ای که در دست‌های ماست به کجا پیش خواهد رفت؟ در جلسه آینده که آخرین برنامه ما هم هست سری به آینده خواهیم زد و برای آینده پیش‌بینی‌هایی خواهیم داشت. از توجهتون به این برنامه تشکر میکنم. آرزوی شب و روز خوبی برای شما دوستان دارم و تا برنامه دیگه.